بر همه ماها در ایران، در جمهوری اسلامی از اون رأس تا پایین، همه دچار مشکلات زیادی بودیم. مسائل زندان، مسائل کشتار، مسائل اعدام، هر چی بوده در ایران. خب نماینده حقوق بشر آقای گنبدپور آمده در ایران، گزارش تهیه کرده، زندان ها رو بسته، با مسئولین صحبت کرده، با احزاب و بعضی از احزاب صحبت کرده، اینا رو منتقل کرده و به هر حال ایران رو در مواردی محکوم کردن، در مواردی هم محاصره اقتصادی کردن، چیکار کردن؟ همین برنامه بیاد. الان تو اینجایی که من در حضور شما نشستم، حدودا من تقریبا حدود نزدیک به یک سال و نیمه چیزی در رابطه با اعدام اطلاع ندارم. صادقانه باید عرض بکنم، یعنی یا بوده و من اطلاع ندارم، یا اینقدر پایین بوده، در سطح کمی بوده، از یک سال نیمه گذشته، بله کم بوده، یا طوری بوده که به هر حال برای مردم مطرح نشه، چون اگه مطرح شه مردم میان سراغ ما، مطرح میکنن با ما، میگن، یا به هر حال گوش به گوش میرسه، شده به هر رادیوهای خارج مطرح میکنی. اون تو رادیوها وقتی مطرح میکنن، وقتی الان اینجا پیروز اجازه پخش میشد برای اینکه سه تا زن رو در ایران اعدام کردن، باید ببینید اسم این سه تا، مشخصاتشون، جرمشون و تاریخشون، اینا همه اعلام بشه. به چه دلیل اعدام شدن آخه؟ اصلا شدن یا نشدن؟ اینا هم برای من از اون سال سواله. من رو برم ایران میگم این چه زدن، کی بودن؟ بله. کی بوده جریان؟ میرم دنبال میکنم. اما ما مهمتر از همه اینا باید ببینیم، البته جمهوری اسلامی، من اینجا اعلام میکنم، من به عنوان کسی که منتقد بودم در طول این 14 سال در رابطه با جمهوری اسلامی، همیشه انتقاد کردم و همیشه مسئولین و اینها من رو به عنوان یه آدم خیلی رک و مثلا فرض همین افشاگر اونطوری تلقی میکنن. میخوام عرض بکنم مهمترین حسنی که جمهوری اسلامی داره وابستگی سیاسی نداره. چیزی بوده که ما قبل از انقلاب براش مبارزه میکردیم، میگفتیم ما دولتی میخوایم، حکومتی میخوایم که وابستگی سیاسی نداشته باشه، چون ما خودفروش میشه. من تو وابستگی اقتصادی داره به دلیل اینکه مشکل اقتصادی خیلی زیاد داره، تا بخواد یک کشوری بشه در اقتصادی استقلال پیدا کنه زمان میخواد. و بعد اصلاحات در مملکت ما به تدریج بوده، باز هم ما میتونیم صادقانه اگه بخوایم برخورد کنیم، خیلی از مسئولین ما مثلا آقای هاشمی رئیس جمهور ایران یه آدمی نیست که دنبال واقعا یعنی روحی فاشیستی داشته باشه، ما میشناسیمش. من از توی زندان قبل از انقلاب باهاش بودم، قبل از انقلاب ما با تمام امثال آقای هاشمی اصلا جلسات داشتیم، اردو داشتیم، برنامه داشتیم، روحیه ایشون رو میدونیم، حتی راجع به خانواده خودش میدونیم چه تیپ آدمیه. یه آدمی بسیار صبور و نسبت به مشکلات خیلی عمیق فکر میکنه، اطلاعات سیاسیش خیلی وسیع. 30 سال قبل ایشون فرضاً رادیوهای خارجی گوش میکرده، اون موقع کتاب سیاه رو نوشته. 30 سال قبل یه آدمی نیست که تازه به مسائل سیاسی رسیده باشه. این مسئله امروز که خانم طالبانی، گروه های مختلفی در ایران فعالیت دارن، تنها آقای رفسنجانی به قولی مسائل رو مورد کنترل قرار نمیده. اینجور که ما میشنویم در خوجسکر و مثلا شما بهتر از ما میدونید که جبهه های مختلفی وجود دارن که این جبهه ها همواره با هم در تضاد و جنگ و ستیز هستند و به جبهه های تندرو و نمیدونم پراگماتیک و میانه رو معروف هستند و به طور کلی یک اوسیان و یک از هم آشفتگی در رژیم دیده میشه که این بازتابش در روند اجتماعی مردم، در روند اقتصادی و در روند سیاسی بسیار محسوس هست. البته من نمیخوام وارد اون مسائلی که اگر جمهوری اسلامی وابستگی سیاسی داره یا نداره، چون بسیاری از اونهایی که به قول رهبران سیاسی هستن در این مورد نظرات گوناگون دارن، چون شما یک خانوم هستید، سمبل زن ایرانی فعال جمهوری اسلامی اینجا تشریف آوردید، اجازه بدید که ما بیشتر مسائل رو دور محور زن و مسئله زن و وضعیت زن در رابطه با حقوق بشر و موازین جهانی حقوق بشر از شما سوال بکنم، چون همجور که مطلع هستید گرد همایی این کنفرانس جهانی در رابطه بیشتر با یک مفهوم مشترک از موازین حقوق جهانی است، حقوق بشر هست. البته مسئله بسیار مطرح میشه که این حقوق بشر بنابر مذاهب مختلف، فرهنگ‌های مختلف و ارزش‌ها رو معیارهای مختلف میتونه به قولی مفاهیم مشترک نداشته باشه و تعابیر مختلفی داشته باشه، ولی نکته اصلی این است که این تفاوت‌ها از بین بره و همه ما بتونیم به یک مفهوم مشترک از این ارزش‌ها برسیم. در رابطه با وضعیت زن در ایران خیلی خوشحال هستم که با شما بتونیم این دیالوگ رو برقرار بکنیم که
که به ما بگویید که آیا واقعا وضعیت زن و حقوق زن در رابطه با موازین حقوق جهانی هیچ گونه همگونی داره؟ من مسئله فرزند حقوق مدنی اجتماعی فرهنگی و زن رو براتون مطرح بکنم. از نظر حقوق مدنی اجتماعی و فرهنگی ارزش گواهی دو زن برابر یک مرد هستش، سهم الارث دو زن برابر یک مرد هستش، خونبهای زن باید دو برابر خونبهای یک مرد باشه و بسیاری از موارد دیگه که واقعا این تبعیض به وضوح دیده میشه. مثلا زنها نمیتونن به قضاوت برسن، مثلا برای کار کردن یا خروج از ایران باید از مردها اجازه بگیرن، مثلا بعد از ازدواج، بعد از طلاق حق سرپرستی بچه ها با مرد و یا اگر که در صورت فوت مرد با پدر بزرگ هستش و بسیاری از مسائل دیگه که اگه بخوام واردش بشیم فکر کنم که خیلی طولانی خواهد شد. شما چه نظری دارید؟ اولا من البته اولی صحبتم فراموش کردم، بسم الله الرحمن الرحیم بچه‌ها. اول دیده الان دیده یادم افتاد ولی خب انشاءالله خدا قبول میکنه. این ایران الان خوشبختانه قانون احزاب که تصویب شد، من در ارتباط با قسمت اول صحبت شما عرض میکنم، برمانی این است که احزاب مختلفی یه مقدار تصویب شدند و در وزارت کشور فعالیتشون شروع کنند. این میدونم باید در آینده انشاءالله فعال بشن، چون وجود احزاب سیاسی در هر کشوری به نظر منم ضروریه، چون اینها خودش سازندگی داره و هر کدومشون با فعالیت‌هاشون خیلی مسائل روشن می‌کنن و ملت فعال میشه و رشد می‌کنه. این مهمه. اتفاقا الان که شما فرمودید که در ایران مخالفین هستن و باید به جون هم بردن و اینها، من خواهم بگم اینا بد نیست. ما خودمون وقتی در اینا امید فرزن علیه امیدی و علیه امیدی ناشگری میکنن، همین باعث میشه که هم خودشون به یه جاهایی برسن، یه هوایی دست بدن، هم مردم. چه اشکالی داره که فرض بکنید یه دمیسه خیلی کشورهای دیگه همینطوره دیگه، میان اون گروه هر اون گروه شگلی میکنم که از اون گروه. و خب نمونه های زیادی هم داریم، شما میدونید منم میدونم، فکر میکنم زیاد احتیاج باشه به صحبت بکنم. اما واقعا من یه سوالم دارم که الان کدوم کشوری که واقعا داره حقوق بشر رو رعایت میکنه؟ حقیقتا حقوق بشر در کدوم کشور به عنوان نمونه داره رعایت میشه به طور کامل که این آدم سمبول قرار بده و بگه ایران، فرزن افغانستان، پاکستان یا فلان کشور، شما ببینید فلان کشور که حقوق بشر رو به طور جامع و کامل داره اجرا میکنه چه موفقیت هایی به دست آورده. به طور نسبی قبول داریم که در بعضی جاها این چیزهایی رعایت میشه حقوقی، اما نه 100%. ببینید این جاروان سال اگر که مسائل همیشه به صورت مطلق نیست، شاید به صورت نسبی بهتر باشه، ولی در هم امریکا، در امریکا که فرزن نزدیک 2 میلیون ایرانی زندگی میکنند، ما میبینیم که حداقل حقوق مدنی، فرهنگی و اجتماعی مردم خیلی نزدیکه به همون خصیصه جهانی بودن حقوق بشر. مثلا حق انتخاب، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی قلم. انتخاب چی؟ حق انتخاب، حق انتخاب پوشش، حق انتخاب شغل، حق انتخاب مسافرت، حق انتخاب مسکن، حق انتخاب عقیده سیاسی، حق انتخاب نشریه سیاسی، حق بسیاری چیزا که یک انسان آزاد میتونه، حق طبیعیش، حتی تو اسلام هم این اومده که حق طبیعی انسان، یعنی حقوق بشر شرط و شروط نداره براش. این رو که شما پرسید که در کجا، ما واقعا، یعنی من سوالم این نیستش که تنها در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر میشه، بیش از 150 کشور، حتی خیلی شاید بیشتر. نگاه بکنیم به بوسنیا، ببینیم چه فجایعی در بوسنیا اتفاق میفته. زیاد منتها اینجا ببینید، ما الان در ایران شاید به نظر بیاد خوبی حقوقی رو نداریم ظاهرا، فرضاً حق پوشش رو میفرمایید که در ایران نیست. ایران اولی پیش پا افتاده ترینشه. بله ببینید، به هر حال یک نظامی آمده و میگه خانوم ها و آقایون به طور در واقع سالم در اجتماع حرکت کنید، زندگی کنید، بیان بیرون کار کنید، فعالیت کنید. منتها نوع پوشش هم تعیین نکرده ها. ببینید نوع پوشش دست خود ماست. الان بنده که جادو زلمه به عنوان یک لباس ملی و اونیفرم ملی رو قبول دارم، ولی این نیستش که من بگم فقط پوشش همینه. پوشش میتونم من با خیلی جا میتونم خودم بپوشونم،
فقط مسئله پوششه که من واقعا خودم هم بهم بر میخوره. دوست ندارم بوانی یه زن تو اجتماع مطرح بشم. من میخوام یه انسان باشم در درجه. وقتی به مردم برخورد میکنه اول انسانیت من براش مطرح باشه، نه به عنوان یک زن و به عنوان یک سکس با من برخورد بکنه. اصلا بهم توهینه، برام احساس میکنم که تحقیر شدم.